هشتمین دوره مسابقه طرح ملی حفظ قرآن از دیروز با مشارکت 250 حافظ قرآن از استانهای مختلف عراق در شهر مقدس کربلا آغاز شد. این مسابقه به همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی و با همکاری دانشگاه دخترانه الزهرا سلام الله علیها برگزار می شود و به مدت چهار روز ادامه دارد. کرار الشمری مسئول شعبه رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن آستان حسینی در این باره گفت این مسابقه در محل دارالقرآن آستان و دانشگاه الزهرا در کربلا برگزار می شود و در آین افتتاحیه آن که دیروز برگزار شد شماری از شخصیت و نخبگان قرآنی حضور داشتند. به افزود دویست و حافظ قرآن در دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقه حضور دارند که در سه بخش حفظ کامل قرآن حفظ 20 جز و حفظ ده جز به رقابت می پردازند. شیخ خیرالدین علی الهادی رئیس دار قرآن آستان حسینی ضمن سخنانی در مراسم افتتاحیه این مسابقه توضیحاتی درباره مراحل طرح ملی آموزش حفظ قرآن از سوی دارالقرآن در سراسر سر عراق و اهتمام این مرکز به فعالیت‌های قرآنی در این کشور ارائه داد. زینب السلطانی رئیس دانشگاه دخترانه الزهرای کربلا نیز ضمن سخنانی در این مراسم از دارالقرآن آستان حسینی به خاطر حمایت از این فعالیت‌های قرآنی تقدیر کرد. طرح ملی آموزش حفظ قرآن به همت دار و قرآن آستان حسینی در استانهای مختلف عراق اجرا می شود و تا کنون افراد زیادی در قالب این طرح موفق به حفظ کامل قرآن شدند.